که خودشون میشناختن و تبلیغ میکرد. رهبری انجمن با رژیم شاه کاملا هماهنگ بود و اسلام آیت الله خمینی رو موقع اینا رد میکرد. به عنوان مثال در آبان ماه 1350 آقای حلبی یه سفری میره به بندر عباس. ساواک گزارش این جلسه رو نوشته. تو گزارش ساواک اومده موضوع حاجی آقا حلبی رهبر انجمن های ضد بهایی. اخیراً حاجی آقا حلبی رهبر انجمن های 140 گانه سراسر مملکتی به منظور توسعه و تأمین انجمن مضمون در این استان به بندر عباس آمده و عده‌ای از اعضای انجمن کرمان، سیرجان و رفسنجان برای دیدن ایشان به بندر عباس وارد شدند. حاجی محمد زمانیان سرپرست انجمن کرمان ضمن بحث کلی با آقای حلبی گفتند در رفسنجان حدود 25 نفر دستگیر شدند که عده‌ای از آنها وابسته به انجمن بودند. اصولا گفته شده در رفسنجان بیشتر رویه آیت الله خمینی پیروی می شود و این دستگیری به دنبال آتش زدن سینما و اتومبیل رئیس پلیس صورت گرفته و رهبر انجمن رفسنجان به اطلاعات شهربانی فراخوانده شده و ایشان گفتند اینها از مدتها قبل با ما عیب و ذهاب نداشتند و طبق تعهدی که دادهاند مسئول کارهای انجام شده خودشان هستند. آقای حلبی از این رویه به شدت ناراحت شده و افزودن حالا سخنان آقای حلبی ما را ساواک میشناسند و هدف ما را میدانند و به طور کلی ما باید از جنجالهای سیاسی دور باشیم و از رویه آیت الله خمینی و طرفداران کوتاه فکرش هم ابراز تأسف کنیم. نظریه شنبه آقای حلبی با هر گونه وابستگی سیاسی و فعالیت سوء انجمن مخالف است. این عین سند ساواک. رئیس ساواک تهران چندین جلسه با آیت الله حلبی تو اول دهه 50 جلسه میذاره و بعد گزارش اون جلسات رو به ریاست کل ساواک می‌نویسه. میگه که آقای حلبی گفته که توی 18 سال فعالیت انجمن حجتیه که تحت رهبری خود من بوده یعنی آقای حلبی با تمام قوا کوشش نموده که کوچکترین مسئله سیاسی در جلسات مطرح نشود، حتی به علت اینکه به روحیه جنجالی روحانیون و بعاز آشنایی دارد اجازه ورود یک نفر از روحانیون را به جلسات و دخالت آنان را در این زمینه نداده است. مشاور ملح اضافه نمود که انجمن تاکنون خدمات زیادی به دستکار میده. حتی قبل از برگزاری جشن‌های 2500 ساله که بهائیان قصد کسب امتیاز جهت شناسایی خود را داشتند اقدامات موثری به عمل آورده که به طور حق به شرف عرض رسیده است. زیرا تیمسار اویسی فرمانده کل ژاندارمری وقت در جریان بودند و ادامه داد یعنی آقای حلبی ادامه داد میگه چنان که دستگاه مصلحت نداند که این انجمن به کار خود ادامه دهد به فعالیتش خاتمه داده ولی مراتب را به شرف عرض همایونی خواهد رسانید. ضمن اینکه مذاکرات لازم در مورد مراقبت از جلسات به منظور جلوگیری از نفوذ احتمالی افراد خرابکار و برانداز انجام شده. اقدامات مراقبتی نیز به عمل آمده و به منابع مربوطه آموزش لازم در این زمینه داده شده است. بدیهی است هر گونه خبر واصله به موقع به عرض خواهد رسید. به گفته آقای محمدرضا حکیمی شیخ محمود علوی تو ماهای اول قبل از انقلاب ادعاش این بود که توده‌ای ها یعنی حزب توده کمونیستای توده رهبرای مذهبی رو گول زدن جلو انداختن تا شاه رو سرنگون کنن و خود رهبری رو به دست بگیرن. آقای میگه اما بعد از کشتار 17 شهریور 1357 مثل اینکه نظر آقای حلبی تغییر کرد. در اول فروردین 1358 که انقلاب پیروز شده بود و قرار بود رفراندوم برگزار بشه 12 فروردین، در اول فروردین آقای حلبی یه بیانیه صادر میکنه و از همه میخواد که تو رفراندوم جمهوری اسلامی شرکت بکنه. بعدم که پیشنویس قانون اساسی تهیه میشه و بیرون میادش و توش بلد تغییر نموده، در آذر ماه 1358 آقای حلبی اینا یک اصلاحیه میفرستن که تو اصلاحیه معلوم که اصل ولایت‌فقیه باید به قانون اساسی اضافه بشه. در آذر 1358 آقای حلبی قانون اساسی مصوب رو تایید میکنه. تئاتر آیت الله خمینی در دوران پس از انقلاب چندین بار به انجمن حجتیه به طور علنی تاخت و اونا هم دائما اعلام موازی میکردن که ولایت‌فقیه رو قبول دارن ولی سودی نداشت و در نهایت آقای حلبی تو سال 1362 انجمن حجتیه رو تعطیل کرد. فعالیت های تشکیلاتی و گستردی انجمن حجتی در سراسر ایران اون تشکیلات از این مرتبط به رژیم شاه بود. بدون رژیم شاه اصلا نمیشد چنین کاری کرده شد. اصلا ساواک هم نشون میده در نیمه شعبان 1355 یعنی دو سال قبل از انقلاب یه نمایشگاه بزرگ کتابی برگزار کردن که تو اونجا مطهری و بهشتی و مهدی بازرگان و یحیی نوری و محمود عنایت و محمد طباطبایی هم شرکت کردن. مکتوب تجدید تر از کاری
چیزی که اینجا جالبه نحوه مواجهه شاه با بهایان به گونه متعارض بود. ایسو شاه به مخالفان جدی بهایان یعنی انجام مدتی فرصت فعالیت علیه اونا میداد، از سوی دیگه خودش هم متهم بود که بهایی ها رو به سنت های بالا تو رژیم منصوب کرده. در تخریب مرکز بهاییان روحانیت خصوصا آقای بنیادگرای فلسفی نقش فعال داشت. در مراسم تخریب مرکز بهاییان سپهبد باخمانکلیس رئیس ستاد ارتش و فرماندار نظامی تهران شرکت داشتند که این هم بدون اجازه شاه اصلا امکان نداشت که رئیس ستاد ارتش بتونه بره اونجا رئیس مشارکت مستقیم. معلوم بود که با اجازه شاه این کار صورت میگیره. پس از اینکه این واقع انجام شد اعتماد محمد طباطبایی در اردیش ماه 1334 یه تلگرافی میفرسته و تو این تلگراف به شاه و آیت الله بورژوی برای این عمل تبریک میگه و ارتش ایران هم به خاطر این کار ارتش اسلام میکنه. خب این یه سویه هده. سویه دیگه از اینه که شاه متهم بوده طرف مذهبی و خصوصا نیروهای مذهبی انقلابی که بهایی رو آورده تو حکومت. اونا میگفتن که نخست وزیر یعنی هویدا بهایی هستش. وزیرانی که اونا میگفتن گفتن اصل الله سنیعی وزیر جنگ، روحانی وزیر آب و بحر، بر رخ روی پارسا وزیر آموزش پرورش، اینا هم میگفتن اینا بهایی هستن. مشاور شاه که پزشکش هم بود دکتر عبدالکریم عیدی میگفتن اونم بهایی هستش، تو دربار هستش. شاه البته در پاسخ به آقای شاه مدری گفته بودش که عیدی اصلا یه فرد خدا نشناسه، چجوری میشه بهش گفت بهایی؟ این نقطه ما این نیستش، ما نه کسی به بهایی بودن متهم کنیم، نه بهایی بودن اصلا جرم میدونیم که بخواد کسی اون مجازات کنه. بهایی هم مثل بقیه افراد شهروند هستن، دارای حقوق شهروندی هستن، سرکوب برنامه‌ریزی شده اونا توسط جمهوری اسلامی بعد قبل از انقلاب برام محکوم میکنه. ما به این گزارش میدیم از نحوه برخورد رژیم شاه با مسئله. پس از تعطیل کردن انقلاب حجتی در سال 62 ماجرا پایان پیدا نکردش. آیت الله خمینی بعد از اینکه انجمن تعطیل شد سال 62 توی جلسه خصوصی گفته بود این فایده نداره به خاطر اینکه حلبی انجمن رو تعطیل کرده نه منحل. در جنگ بر سر منابع کمیاب قدرت، ثروت، معرفت، منزلت تو جمهوری اسلامی همیشه انجمن جتیه یکی از موضوعات محل نزاع بوده. زمانی که همین آیت الله خمینی رئیس جمهور بود در دوران آقای خمینی متهم بودش که تو دفترش انجمن جتیه هستن. در اوایل دهه 80 برخی اصلاح طلب و چپای مذهبی سابق میگفتن که انجام حجتی تو نظام نفوذ کرده. وقتی که در سال 84 احمدی نژاد اولین بار شدش رئیس جمهور، آیت الله توسلی که از اعضای دفتر آیت الله خمینی بود گفتش که شاه به انجام حجتی آزادی داده بود تا عده‌ای به مسئله حضرت بقیت الله مشغول شدن و در مقابل نهضت امام بایستن. مسلما افرادی با تفکر انجام حجتی در به حال دخالت در امور هستند و در بعضی جاها نفوذ کردن. در مهر ماه 1389 وزیر یعنی پارسال وزیر اطلاعات از نفوذ انجمن حجتی سخن گفت. در آبان ماه پارسال در آبان 1389 عماد افروخ نماینده سابق مجلس با اشاره به اطرافیان احمدی نژاد از زنده شدن انجمن حجتی یاد کردش. در آخرین مورد سایت بنیاد تاریخ پژوهی تو همین دهه فتوا چند اخیر که ما سایت سنتی روحانی هستش که مورخ درباری هم هستش به مناسبت دهه فجر امسال صحبت کرده و انتقادات شدیدی از احمدی نژاد کرده که با بسنشینی 11 روزه در منزلش از پشت به مقام معظم رهبری خنجر زد و اینا یه آدم های پلیدی هستن که اسم امام زمان میارن و از پشت به مقام معظم رهبری خنجر زدن. اما نکته کلیدی تو صحبت های روحانی اینه، میگه که انجمن حجتیه که اکنون در دفتر ریاست جمهوری جا خوش کردن، یعنی دفتر احمدی محمود احمدی نژاد در دست باند احمدی نژاد ماتز جنیتری باید فساد را گسترش داد تا امام زمان زود باید اختلاس رشوه و دست برد به بیت المال و فساد اخلاقی و اقتصادی را هر چه شدیدتر گسترش میداد و گرانی و تورم و هرج و مرج اقتصادی را دامن میزد تا نظام جمهوری اسلامی را به چالش بکشد و توده ها را ضد این نظام بشوراند تا این زمینه برای ظهور امام زمانشان یعنی آمریکا و انگلیس فراهم شد. شاه هرگز گمان نمیکردش که این انجمن حجتیه یه چنین پیامدهایی داشته باشه. وقتی یک نهادی ساخته میشه، یک انجمنی ساخته میشه، این یک پیامدهای ناخواسته ای داره. این پیامدهای ناخواسته رو شما تو اون زمان دارید. اگرچه شاید براش مطلوب بود یه اسلامی باشه که این اسلام غیر سیاسی ضد بهائیت رقابت با خمینی داره، ولی شاه هرگز پیش بینی نمی‌کردش که این بعداً به چنین چیزی بشه
جوانهای بسیار زیادی تو اونجا رفتن آموزش دینی دیدن و در واقع خیلی از اونها به انقلاب اسلامی پیوستن و تو جمهوری اسلامی سمت‌های بالا گرفتن. ما باید توجه بکنیم که سکولاریسم به معنای تفکیک نهاد دین از نهاد دولت شرط لازم نظام دموکراتیک منتظم به حقوق بشره. اما برخی ادعای بلادعیری مطرح میکنم، اونی که میگن دین به هیچ وجه نباید در حوزه عمومی حضور داشته باشه، دین فقط باید در حوزه خصوصی شخصی باشه. دین مثلا دین مثل پیژامه است، مثل زیرشلواری که شما موقعی از خونه میرید بیرون درش میرید شلوار رو میپوشید میرید بیرون، اونو تو خونه آویز میکنید. دین یه همچین پدیده نیست. افکار آدمی با سراپای وجود آدمی درگیر هستش. شما هر عقیده‌ای داشته باشید، هر جا که برید اون عقایدتون همراهتون هستش، با شما میاد بیرون. حالا محل نزاعی ما این نیست، محل نزاعی ما اونی که شاه چی کار میکرده، چی جوری عمل میکردش. ما گفتیم شاه به حال یک سلطان مستبد بود، سکولار بود اما مستبد بود. شاه قطعا به جدایی دین از سیاست فعال بود، اما شاه دین رو مسئله خصوصی نمیدونست، مسئله شخصی نمیدونست، تو قلمرو عمومی دین آورده بودش و از دین تو قلمرو عمومی استفاده میکردش شاه. اگر نگیم این امر، یعنی استفاده شاه از دین در قلمرو عمومی، فقط به خاطر اعتقادات دینی شاه بود که تو جلسه قبل شرح دادیم، حداقل دو تا دلیل دیگه میشه برایش آوردش. دلیل اول اینه که شاه به شدت ضد کمونیست بود، ضد مارکسیستا بودش و به شدت از اتحاد شوروی میترسید که اونها تو ایران بیان ایرانو بگیرن توسط کمونیستا و کمونیستان تو ایران بیان سر کار. پس یکی این بهش به اسلام و مطرح میکردش برای اینکه به نوع ایدئولوژی باشه که بتونه جلوی مارکسیست بگیره. دومین نکته این بودش اسلام هایی که شاه ازش دفاع میکرد یا برمیستان اسلام هایی بودش که رقیب اون اسلام بودش که آیت الله خمینی و امثال شریعتی مطرح میکردن. شاه در بهمن ماه 1349 اعلام کردش قصد داره سپاه دین درست کنه که این جلسه یک گذشته شهر دین. گفتش بعید نیست که در آینده ما یک سپاه دین هم ایجاد کنیم تا اگر بین طلاب علوم دینی کسانی باید به خدمت نظام وظیفه بدن این خدمت را انجام بدن. خب درست کردن سپاه دین که امر خصوصی نیست، این تو کار حوزه عمومی هستش. بعدم که شاهی نگفت افرداش یه سری روحانیون مثل آیت الله حاج میرزا خلیل کمره‌ای و بعضی آخوندهای دیگر رو رفتن باشون مصاحبه کردن، همشون از پیشنهادهای شاه دفاع کردن و گفتن خیلی کار خوبی که شاه مفاد بکنه و تو روزنامه اطلاعات و آیت الله نوری هم همینطور این نظرات اینها رو تو روزنامه چاپ کردن. ما قبلا تو بند هفتم توضیح دادیم که وقتی شاه دستور تشکیل در چهار مدت دستور تشکیل سپاه دینی داد، آیت الله خمینی به شدت جلوش داد. یک سال بعدم دوباره خمینی در 21 آبان 1355 بیانیه بسیار تندی علیه این سپاه دانش داد که این طرح استعماریه که درست کرده شاه برای نابودی روحانیت. اولین دوره این سپاه دانش که تشکیل شد در سال در آبان ماه 1351 با اعزام 29 تا دانشجو با مدرک لیسانس به سراسر کشور آغاز شد. آیت الله خمینی به همین خاطر در 20 فروردین 1352 نوشت ما در عصر حاضر با ضربات سنگین و روزافزون وارده بعد اسلام و نابسامانی های ملت اسلام مواجه هستیم. آن روز که رضا خان با دستیاری اجانب روی کار آمد و مأموریت یافت که با سرنیزه احکام نورانی قرآن و آثار سارت و محو و نابود سازد، ولی از آنجا که دیدند با سرنیزه نمیتوان مردم را از اسلام دور ساخت، با تر استعماری جدید به اسم سپاه دین و غیره میخواهند به مقاصد پلید خود دست یابند و مساجد و تقایا را تحت نظارت سازمان ضد اسلامی اوقاف قرار دهند. در اینجا میبینیم که آیت الله خمینی به شدت با اینکه دین دولتی بشه و شاه بخواد دین دولتی بکنه مخالفت میکنه، اما بعد از اینکه انقلاب پیر شد خود آیت الله خمینی و جانشینش آیت الله خامنه‌ای کاملا دین دولتی کردن و اکثریت آخوندها رو به آخوندهای درباری تبدیل کردن. الان حوزه‌های دینی کاملا در چنگال دولت و ولی فقیه هستش و جرأت کسی نمیتونه بکنه که مستقل از حکومت کاری بکنه. زمانش هم گفتن باید حوزه‌ها مستقل باشن، مستقل بود. الان خودشون حوزه‌ها و آخوندها رو همه کردن درباری. شاه فعالیت‌های خیلی خیلی زیادی در زمینه اسلام در قلمرو عمومی انجام دادش. یکی دیگه کاری که شاه خواست بکنه تشکیل یک دانشگاه اسلامی بودش که خمینی به شدت جلوی اونم ایستاد و نگذاش. مجموع صحبتی که میکردیم اینه شاه با این گزارش که دادیم روابطش با مرجع تقلید خوب بود، اجازه فعالیت های اسلامی به انواع اقسام و گروه ها میدادش و خودش هم مبلغ یک نوع اسلام بود، در مدارس اسلام و کتاب های دینی اسلامی تبلیغ میشد، تدریس میدادش. یاران خمینی فعالیت نه همین آقای فلسفی در زمان شاه بسیار بسیار فعال بود، مرتب سخنرانی که از رژیم شاه انتقاد میکرد، در اینها با سوال با شاه ارتباط داشت
و یک حوزه وسیعی شاه آماده کرده برای نیروهای مذهبی برای فعالیت کردن و به اینها اجازه میداد که فعالیت بکنن و بخشی از اونها چیزهایی بودش که در اینجا گزارش داریم. به این ترتیب بودش که شاه در گسترش اصفهان نقشه مؤثری داشتش و همه اینا دست به دست هم داد و زمینه انقلاب اسلامی 1357 رو آماده کرد. بخشای مهم دیگه از صحبت من مونده که اونم یک گزارش مفصلی هستش که جزئیات بیشتری بعد از یک منظر دیگه شرح بدم که دیگه وقت ما پایان رسید و نوبت آینده اینا رو خدمت شما عرض خواهم کرد.